حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند وقتی که جمع سینه زنان گریه می کنند. این سوی داغ اکبر و آن سوی داغ حبیب، در ماتم تو پیر و جوان گریه می کنند. این سیل سیل عشق عزادارهای توست، چون ابر با تمام توان گریه می کند. تو کیستی که در غم از دست دادنت مردان شبیه زنان گریه می کنند؟ با یاد آن نماز جماعت که خوانده ای، گلدسته ها از آن به از آن گریه می کنند. در ماتم اسارت زینب عجیب نیست سرها اگر به روی سنان گریه می کنند. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما عزاداران. به وجود نازنین و پر ارزش و قیمت مولایمون آقای غریبمان، آن حضرتی که شال عزا به گردن انداخته و این روزها در مصیبت جدش و در غم عمه‌اش گریان است، یعنی وجود نازنین حضرت بقیت الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و به شما تک تک گریه کنا عزاداران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا سوهای حسینی و دیگه کم کم باید بگیم که شب عاشورای حسین. یک سال انتظار برای رسیدن به این لحظه، سخت‌ترین موقف برای آنهایی که عشق ابا عبدالله الحسین در دلشون هست. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم بابت تمام الطاف خفیه خداوند و اجازه ای که برای گریه به سید الشهدا نصیب ما کردند. خیلی جایگاهی برای حرف زدن در این یکی دو سه روزه نیست. بیشتر آنچه که از ما میخرند گریستن و گریه کردن بر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و زهی سعادت اون کس که این چنین باشه، حرف میزنه گریه کنه، مینشینه گریه کنه، برخاست گریه کنه، میخواد بخوابه گریه کنه. امام رضا علیه السلام که جان عالمی به فداش می‌فرمود، از ابتدای محرم پدرم موسی بن جعفر با خنده و شادی آرام آرام خداحافظی می‌کرد و هرچه روزها به تاسوعا و عاشورا نزدیک‌تر می‌شد گریه او و برافروخته شدن صورت ایشان مشهود بود. و در این چند روز حضرت دائما چون ابر بهار در غم جد بزرگوارشان ابا عبدالله الحسین علیه السلام می گریستند. ما هم یاد بگیریم این چنین باشیم و بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریان باشیم. جناب آقای حاج علی آقای پاک دامن امروز رو هم با نوای گرمشون همراهی میکنیم. اجازه بدید به محضرشون سلام عرض ارادت داشته باشیم. سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا صاحب العزا یا صاحب الزمان. تسلیت آقا جان به مناسبت این روز و شب سخت و جانگداز که امشب شبیه که باید صدقه بدیم برای سلامتی شما، که شماهی که صبح و شامتون گریه بر جدتونه، جان سالم از این غم به در ببرید و نشد کربلا باشیم، لایق نبودیم، چه کردیم که امسال نشد کربلا باشیم، اما ما رو شریک غم خودتون حساب کنید و
ما را هم جزو گریه کنها و روزخونهای جد غریبتون قرار بدید و ما را هم جزو کسانی که مادرتون رو یاری میکنن و ندای هل من ناصر ینصرنی اربابشون رو لبیک میگن قرار بده. الهی آمین. یا علی مدد. خیلی ممنونم. قطعا این طرف اون طرف عرض ارادت داشتید و نوکری. ما هم در این حسینیمون دلمون میخواد که خدمت بیشتری به مردم کنیم و انشاءالله که خود حضرت قمر العشیره ابوالفضل عباس علیه السلام این توفیق رو نصیب ما میکنند و همراهی شما مردم بهتر از پیش و پرتوانتر میتوانیم عرض ارادت و نوکری بکنیم. و حالا بنا به نوع حسینیمون به عنوان یک رسانه برنامه های دینی و علمی و فرهنگی بسازیم و انشاءالله مؤثر در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. بله، قصد ندارم که خیلی صحبت کنم چون نه روز و نه شبیست که بخوایم صحبت کنیم، ولی من این چندین سالی که در فضای رسانه آمدم و روزه خواندم با اینی که مصرم بر اینی که باید روزه های سید الشهدا نه همش مجازی باشد و حقیقی باید باشه و خودم از کسانی هستم که در بدرم و مبلغم به اینی که روزه های سید الشهدا بپا بشه و نباشه روزه ای که تعطیل بشه. اما همیشه شیعه در همه عمرش رنگ بوده. یه روزی علامه امینی اون چیزی که دستش بود قلم بود و نوشتار. یه القدیر نوشته که عالم رو زیر و رو کرده. قطعا اگر علامه امینی ها این روزها بودن از این فضا استفاده می کردن و برای اشاعه فرهنگ ابا عبدالله الحسین و تبلیغ قدیر امیر المؤمنین که قدیر رو کوچک گرفتیم که امیر المؤمنین عزیزانش رو در کربلا کشتن از این فضا استفاده میکردن. خب من باورتون نمیشه که شاید اجازه نمیدادم حتی یک نوار ازم ضبط بشه. گفتم روزه باید خودش باشه. قداست روزه سید الشهدا کنار، اما دوره دوره ای شده که باید از هر فضای استفاده کنه. و از اون وقتی که در فضای رسانه کار کردم و این چندین سالی که کربلا بودم و امسال که مهمان قوم حضرت معصومه هستم این ساعت رو و در خدمت عزیز برادرم آقا سید حسنه، همه فضاهایی که رفتم این بازخورد رو دیدم که باید کار کرد حتی ولو یک نفر دیگه هم اضافه بشه. شاید یکی باشه از خونه بیرون نیاد، شاید جایی باشه که روزه این نباشد که بخواد بره. حالا ما در ایران با همه این وضعی که این بلا درست کرده کوچه ای نیستش که به عنایت از زهرا روزه نباشه. الحمدلله خانه ای نیست که روزه نباشه، ولی خیلی شهرها و کشورهای دنیا هستن که با اینی که همون جاها علم عشق امام حسین به پاس، اما روزه کمه، سخن از اهل بیت کمه و وظیفه ما اینجاست که علاوه بر اینکه روزه های خانگی حیات رو گرم کنیم این فضا رو هم روشن کنیم. شاید یه نفر باشه یک دقیقه تو اون فضایی که پر از کثافت و لجن هست که این دنیا رو لجن و کثافت گرفته، یه لحظه این کنترلی که دستشه یا این موبایلی که دستشه در این فضا بیاد و مهمان مثلا شبکه آقا جانم حضرت عباس بشه و مهمان خانه حضرت عباس و بیت العباس بشه. و خیلی دیدم الان همین چند روز عزیزان پیام‌هایی که گذاشتن که چه اتفاقی افتاده، کیا پای این برنامه زار زدن و این چیزی که ما میشنویم. یه نفر
وظیفه من اینه که بیام اینجا. خدا میدونه سختم هم بوده، ولی به در بدری آمدم چون من شبها تهرانم، بیام هر روز رو برگردم. ولی اون وقتی رو شکر کردم که اون عزیز از سوئد یا اون عزیز از آلمان زنگ زده بودن و گفته بودن ما تو خونه نشستیم گریه کردیم، اهل عیالمون غش کردن پای روزه سید و شهدا، و هر کاری بکنیم برای این که این فرهنگ اشاعه پیدا کند باز هم کمه. من توانم اینه که بیام بخونم، آقای سید حسن توانش اینه که از نفسش، از اون لحن و از اون صدا و از اون سخنوری که حضرت بهش دادن استفاده کنه. هر کسی به نحوی، شما هم در این عالم ببینید چی کار میتونید بکنید که انشالله این نورها خاموش نشه. خصوصا عزیزانم در شبکه بیت العباس که دارن زحمت میکشن و واقعا جای اینه که داره که هم تقدیر کنم هم خواهش کنم که به کمک این عزیزان بیاید که بهتر بتونن خدمت کنن برای سید و شهدا. و دلیلی هم اینجا هست، اگر من صفا در اینها ندیده بودم، مثل خیلی وقتها و خیلی جاها که گفتم التماس دعا، نمی آمدم در جمعشون بشینم. صفا رو دیدم و خلوص برای کار کردن. هر طوری از دستتون برمیاد نظر ابوالفضل کنید، نظر ابوالفضل گیراست، مسیحیان نظر ابوالفضل کردن، ارمنی ها کردن، زرتشتی ها کردن، دست خالی رد نشدن. ببینید چی کار میتونید بکنید برای ابی عبدالله، چی کار میتونید برای فرهنگ اشاعه فرهنگ اهل بیت میتونید بکنید، که اینم یکی از راهاشه. من نخواستم زیاد وارد این فضا بشم، ولی جای کار خیلی داره. ممنونم، خدا انشالله که به شما خیر بده و به نفسی که برای مادر ما و اجداد طاهرین خرج میکنید سله های 200 چندان بگیرید، از غرف بهشتی نصیب شما بشه و همیشه این مدال نوکری روی شونه شما باشه انشالله، به حق فاطمه زهرا سلام علیها. و عیزن برای شما بینندگان عزیزی که همراهی میکنید به هر طریقی، حتی همین که پای این گیرنده میشینید، انرژیست برای بنده حقیقی و تمام دوستانه. خیلی شب و روز تاسوعا و شب عاشورای شما رو به هم نمیزنم. رسم برنامه ما بر این بود که در ابتدایی ترین دقایق برنامه با نفس عبدالزهرا کهوی حس و حالمون رو متغیر میکردیم. به هر حال نفس هایی که مورد تایید بودند در ایجاد یک حس و حال مثبت و آمادگی قلب و روح تأثیر به سزایی دارند بر همه واضحه. امسال این کار رو انجام دادیم و برکاتش رو انشاءالله هم ما میبینیم و شما میبینید، و انشاءالله که اون بانویی که جناب عبدالزهرا منتسب به نوکری اوست، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این سعی و کوشش شما رو ببینند و لبخند رضایت به لباشون بنشینه، از همه ما قبول بکنن. جز این هیچ مزدی نمیخواییم، همینی که مادرمون فاطمه خوشحال بشن، دنیا ارزش داره برای ما. و منهای همه خواسته هایی که از شما داریم، دعا کردن رو بسیار بسیار زیاد نیاز داریم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. مادرها مادرانه برای ما دعا کنند، چون دعای مادرگیر است. پدران پدرانه دعا کنند، چون یک نفس پدر در حق فرزندش خریدارش خداوند متعاله. همین که بتونیم نوکری بکنیم و به تعبیر برادر بزرگترم جناب آیه پاک دامن، یک نفر چند قطره اشک بر مصیبت حسین بریزه، برای کل ما و برای نسل و اصطلاحاً دودمان ما کفایت میکنه. بریم با جناب عبدالزهرا همراه بشیم، برگردیم باز بسوزیم. و این سوختن شیری ترین چیزی است که در دنیا و آخرت هر دو جا میتونه نصیب ما بشه. و تقدم نحو القوم مفلتا سیفا هایسا من الحیات و دعا الناس الى البراد فلم یزل
يقتلوا كل من برج إليه حتى قتل جمعا كثيرا ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آلات لا أنسني أحمي حيالات أبي أمضي على دين النبي قال عبد الله بن عمار بن يقول ما رأيت مكسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جاشا منه ولا أمضى جنانا ولا أمضى جنانا ولا أجرى مقدما ولقد كانت الرجال تنكسب بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد فصاح عمر بن سعد بالجنب هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن ختال العرب احملوا عليه من كل جانب فاتت أربعة آلاف نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعا فكونوا أحرارا في دنياكم ده شب اینجام همال در پیم قم آمده ده شبیل جا همه در پی غم آمده ایم روزها غم بخوب غرق علم آمده ایم مادری با قد خم خیمه ی گم برپا کرد با تسلای دلیم به تسلای دلیم قد خم آمده بیرت بیرق غم شده عرش خدا آویزان با علم دار همه زیر علم آمده هر کسی راه ندارد به چنین بزم غمی آره والا هر کسی راه ندارد فاطمه کرده به ما لطف و کرم آمده جانم جانم جانم
الحمدلله. ده روز و ده شبه. خانم از زهرا اجازه دادن داد بزنی، گریه کنی، روز حسین بپا کنی. خیال نکنی هر کسی میتونه گریه کنه، تا اجازه نباشه والله نمیتونه. هر کسی راه ندارد به چنین بزم غمی. همه میگن فاطمه کرده به ما لطف و کرم، آمده برو کنار زری ابی عبدالله، ملتجی بشو به عرب به زری شش گوشه. چه قوقاییه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفناک. سید من طاقتشو ندارم، نفسم میگیره تا سلام میدم. دوست شبی روزا اونجا باشه، شما میشه سلام بدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين. این همه ظاهر دورته، بین الحرم اینه داره شلوغ میشه، فقط جا برامانه بود آقا. آقا جا آقا جا مولا دل حسین و علا اصحاب حسین و علا اخی الشهید ابا الفضل العباس. آقا جان کنار زری داد زدیم، از بچگی اون داد زدیم، همه جا گفتی و جواشورا داد میزنیم. آقا ما گدایان حسینیم و دو عالم داریم، ما گدایان حسینیم و دو عالم داریم، نه فقط در پی دینار و درم آمده ایم. سینه تو سفر بگیر و بگو کس نگردیده به خون عاشق و مجنون حسین. از ازل ما همه در لوح و قلم آمده ایم، هر جای این عالم هستی میخوام شروع کنم به روز خوندن. دیگه تا صحاب غروب و شب که میرسه واسه دزنن یه ذکری رو همه جا شروع میکنه. امشبی را چی
گفتم من هنو حرفی نزدم چی شد؟ صدا نالهاتون بلند شد. آخه این ذکر تفشه در بزنینمه روز تازو قرار به حمل است. دل زینب ریخت و لرزید وقتی صدا زده باز جان ارکب به لفظیت جونم وداد برو از اینا یه روز دیگه وقت بگی. از همون موقع هر جیب قروب لزدیک میشه. شب سیاه زینب بیشتر جلو چشمش میومد. این تپش قلب زینب هر کی بلده بخونه. امشب را شهدی در حرمش مهمان است. امشبی را شهدی در حرمش مهمان. همه بخونن فیلم بردار گریه کن صدا بردار روزه خونه مردم هیئتی ها زن مرد همه با دل زینب بگن در حرمش مهمان. مکنه ای صبح چلو امشبی را شهدین در رمت مهمان است. مکنه ای صبح چلو بذار بعدشو بعد بگیم. مگه چه شبیه رفیقا گریه کن از امشب شب اسیری زینب شب یتیمان است. دلم برای امام زمان پریشان است. خدا خودت به دل این امام صبر بده. کسی که هر شب و هر روز زار و گریان در این مصیبت عظما مریض میگردد میال سینه مهدی خروش و توفان است. یا صاحب الزمان دارن سینه میزنن زنجیر میزنن میرن یه وقت دیدن یه پیر مردی رو زمین نشسته یه منقلی جلوش گذاشته پر از زغال آتشین یه کاسه ای و یه شیشه ای پر ظرف سکه های پول دو تومنی پنج تومنی هی با گریه اسفند میریزه رو آتیش سرش رو میاره بالا یه چیزی زیر لب میگه یکی سکه میندازه تو این کاسه گریه میکنه دوباره. جوان ها گفتن این چشه دیوونه است شب عاشورا چه کاریه. اومدن با تمسخر دورش کردن پیر مرد شب سینه زدن شب گریه کردن این چه کاریه میکنی؟ گفت جوان ها شما نیرو دارید سینه بزنید هزل هزل بگید منم دارم اسبل دود میکنم صدقه میدم برای اون آقایی که هرچه من و تو میگیم به چشمش میبینیم.
دادرم میکنم مهدی زهرا جان سالم از این غم به در ببره، مردم به خدا امام زمانمون فردا تب میکنم غم تمام وجودش رو فرا میگیره. خیلی ها لایق نیستن برا شریک بودنش، خیلی ها رفتن رفتن به مسافرت ها و آنچنانی، ولی تو رو التقام کرده، امشبت رو غرق گریه کن. عجب شبیست، چه خبره؟ یه جد سه تا کلمه ساده کنار هم آورده دنیای گریه داره. آروم من میگم تو بلل بلل گریه کن که خواهرش نشنوه. عجب جمیز، شب آخر حسین و دری. عجب جمیز، شب آخر عمر حسین قریب. عجب جمیز، شب آخر حسین غریب. چقدر بیشتر از قبل فکر تفلان است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، به چشم هیچ کسی خواب ره نمیابد، رباب تشنه لب و شیر خاره نالان است. ببین خودتو میبینی تو خیمه ها، این صحنه ها رو ببینی، عقیله بین همه خیمه ها قدم میزد، فقط به فکر حسین و وفای یاران است. یا ابا عبدالله، تمام دلخورش، تمام دلخورش از غروب ناید است، تمام واهمش از طلوع خورشید. مکنه ای صبح طلوع یه زنیم زنیم تو خیمه، عذاب دارن رقص جمشیر و مشق جمشیر میکنن، برای اینی که دل زینب آروم باشه. بنی هاشم دارن با ابوالفضل هم قسم میزن، دست از امامشون بر ندارن. تو خیمه‌های بچه ها از تشنگی از صدای طبل ها داره بدنشون میره. یا ابا عبدالله، اما اما ارباب ما حسین امشب یه حال دیگه. اجازه میدید من از زبان رقیه حال اربابمون رو امشب بگم؟ نشستم میبینم با قلب و دل زار. بابا چیکار میکرد امشب رقیه جان؟ نشستم میبینم با قلب و دل زار، بابا جون داره میکنه از زمین خار. با گریه با گریه، وای وای وای، یه دنیا پیش چشم ما تیره میشه. وای وای، خارا رو داره میکنه بابا، نگاهش به پاهای من خیره میشه. با گریه با گریه، آخ انگار این شام آخره. و ویلا و ویلا و ویلا،
کاشکیم کاشکی که من رو ببره. بابیلا 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 بذار یه درد دل جنب بابا بگم. امشب برگردم شب حسین و زینبه. بابایی بابایی ببین غرق در اضطرابم. بابا خودم هم میدونم یه امشب فقط میشه آروم بخوابم. بابایی بابایی بابا بابا میشه میخوابم واسه آخرین بار کناره. بابا ببوسم آروم شه دل بیقراره. بابایی سر میذارم رو زانوات با گریه با گریه با گریه. قصه میگم تا صبح برات با گریه با گریه. برگردم به اون شعرم خواستم حال و فضا رو بگم. اما بذار قبل از اینی که بگم درد زینب رو آروم بگم. آی گریه کنون آره ایشالله امشب دوباره رقیش رو بغل کرده و خوابونده. آخر فیقا از برداغ زینه کودک در خواب هم میزنه. دختر بیتاب را هم میزنم. تشنه بی آب را هم میزنم. کودک در خواب را عقیله بین همه خیمه قدم میزد فقط به فکر حسین و وفای یاران از تمام دلهرش. از غروب نایید است تمام واهمش. از طلوع خورشید است چقدر دل هر دارم. خدا به خیر کند کجاست دل بر و یارم. خدا به خیر کند. فلک ندیده که زینب بدون یار شود. کجاست باغ و بهارم. خدا به خیر خدا به خیر گلند. بیا حسین که زینب پر از تشویش. بگو تو چاره کارم. خدا به خیر کند گریه گلا. آی دادا شمل چه حالیه که بجا میبینن. گاهی خار میکنی گاهی سلگا رو جمع میکنی گاهی به لبت الا لله و الا الیه راجعون میگی. گاهی به علی اکبرت خیره میشی الله اکبر میگی. گاهی قاسم رو میبینی ناله میزنی داداش چرا به من خیره شدی. چرا ای به من داری میگی ای فدای چشم از گریه ترد. گره محکم بزن بر مجره.
داداش مگه فردا توی زرزویل چه میخواد بشه؟ داداش نگو نماز شبم را نشست خواب خواب ز قلب رفته قرارم خدا به خیر کند. نگو که لحظه سقط وداع نزدیک است، ببین غرور و وقارم خدا به خیر کند. اگر غروب شود این طلوع عاشورا چقدر بر تو ببارم، خدا به خیر کند. داداش نگو منو اسیری و تفلان و عصر عاشورا. وای 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 به 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 به. منو اسیری و تفلان و عصر عاشورا، تو و جنایت و گرگان و اسیا. یا ابا عبدالله ناله داری خواهر رو نشون صدا زد خواهر آرو باش دیگه وقت اینه که صبر کنی، فردا تیل زرزمیر بلای تو عظیم میشه. بمیرم برا زینب جا خواهرم به یه لز به روز پیر میشی، موات سفید میشه خواهر. به 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 به. خواهرم بردار روزی که باید دو بال بر به دمی و زمین بگنی، صدا هم زلی محلل محلایا یا ابن الزهرا. یا ابا عبدالله چیکار کنم؟ یا بزم در لبیاد لبیخواب باورم بشه بگه خواهر فردا روزیه ناله دارا گریه کن و یاد همه قدیمی ها، فردا روزیه که باید بیای بالای بلندی. چه وقت؟ اون وقتی که ذوالجلاله بی صاحب به خیمه برگرده، وقتی که باید زمین بخوری و بلندی بیای بالا بلندی. چه ببینی؟ ببینی رو زمین افتادم و همه دارن منو میزنن. آی جانم جانم شب عاشورا خواهر بردا ساعتی میرزه که به سر میزنی جلو چشم بچه‌هامو میگیری داد میزنی مسلمانان حسین. یا بردا آخ یا عبدالله غریب است و کسی بر سر ندارد. خواهر باید فردا به سر بزنی و بگی مسلمانان حسین مادر ندارد. گلویش طاقت خنجر ندارد ندارد. اگه جبا جورا نبود سید والله العلی العظیم این یه بیت و هفت سال قبل گفتم نخوندم، اگه جبا جورا نبود نمی گفتم خواهر خواهر فردا کار به جایی میرسه که بعد ها بگی حسینم تا که خلجر به حل جرت نزن کار زینب به التماس. اما فی گم مزلم چلا بر به یک
یک لفظه قریب گیرد اما فیکم مظلم لشگریان خیرزه چل بر به یک های ناله دارا خواهر بردار روزیه که باید ببینی یکی با نیزه بر پهلوی منزه کنیزامو بریشون کنن نمکرها داد بزنن خنج و لطمه به صورت بکشن یکی فردا باید ببینی یکی با نیزه بر پهلوی من زد یکی سلگ جفا برد خواهر خواهر اگر شب عاشورا بود نمی گفتم دلم داغ داره فردا باید ببینی یکی 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 بر روی لاله لطمه میزد یکی من را به ضرب چکمه میزد عجب سختیه حالا بسه بیشتر نمیرم جلو امجب باید حالا بگی امجبی را شدیل در حرمش مهمان از مکنه ای سر فردا چه خبره خاله زینب به التماس که رسید اینه مکنه صبح آخ اصل وردا بدلش زیر صبح دست دور یار بالا داد بزن یا حسین یا حسین شب عاشوراست بلند شو سر باد بگیست مزر شب سینه بزنیم میونه گریه میونه روزه حسین چشمم دریا میکنم باریکلا عشقام و نظر فرج مهدی زهرا میکنم زهرا میکنم میونه روزه حسین چشمامو دریا میکنم عشقامو نظر فرجه مهدی زهرا میکنم گوید حسین در کربلا مهدی بیا مهدی بیا گوید حسین در کربلا مهدی بیا مهدی بیا اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا اللهم عجل فرج مولانا شب عاشورا شد و شب شور است و شل ورد لب سینه زنان وای حسین وای حسین شب عاشورا شد و شب شور است و شل ورد لب سینه زنان بگو وای حسین وای حسین طلوع مکن خورشید خون
انا الیه راجعون، انا الیه. دست بیاد بالا. وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. بگو بگو وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. فردا گلستان حسین از کین پرپر می شود، فردا گلستان حسین از کین پرپر می شود، خونین ز خون قاسم و عباس و اکبر می شود، صد پاره تن گردد حسین، عریان بدن گردد حسین. وای وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. بگو بگو وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. وای برادرم حسین، کشته بی سرم حسین، غریب گیر آوردنه، غریب گیر آوردنه. وای 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 برادرم، بذار اول گریهشو بکنی. وای برادرم حسین، کشته بی سرم حسین، غریب گیر آوردنه، غریب گیر آوردنه، غریب مادرم حسین. مکش ز سینت تو، ای وای من از قتلگاه، مگه بردا تو قتلگاه چه خبره؟ برو همین قد به طول بگم کار به جایی میرسه که خانوم زدا میزله، اگه شب عاشورا نبودی بیت الله نمیشد خالا، خانوم زدا میزله با سر چکمه پشت روی مگو، خنجر کند بر گلو مگو. وای حسین، 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 حسین وای حسین، حسین وای حسین، حسین وای حسین، حسین وای حسین. بگو 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 شب عاشوران سا، حسین وای حسین، حسین وای حسین، حسین وای حسین، حسین وای حسین، حسین وای حسین. وای ویلا، وای ویلا، وای ویلا حسین، وا ویلا، وا ویلا، وا ویلا حسین، وا ویلا، وا ویلا، وا ویلا. امشب شبشه، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل. یاد همه قدیمی ها، شب عاشورا امشب، خون جگر زهرا امشب، 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 شب عاشورا امشب، خون جگر زهرا امشب. حسین 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 حسین
عالمی در شراره، عالمی در شراره ز سوز حسین، نیست روزی شبیه روز حسین. چی تو گودال قتلگاه فردا میشه؟ چه به زینب میاد همینقدر بگم که تا صبح بشین و گریه کن، که میگن وقتی خانم برگشت این مقتل اینه، وقتی خانم از گودال برگشت نچه آدم در میگفتن این پیر زل کیه داره. وای وای یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، السلام علیک و علی آبائک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دستتون رو بلند کنید الان، دقیقا الان وقت استجابت دعاست. ملائکه بال پهن کردند و فرش مجلس شما شدند. ما اینجا در استودیوی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام، شما تو خونه هاتون فرق نمی کنه، کافی ذکر حسین یک جای سر زبون بیاد. مرحوم شیخ فرماد در خصائص الحسینیه شیخ شوشتری، جایی که نام حسین ابن علی علیه السلام برده بشه 14 خصلت پیدا میکنه. آی مردم، الان خونه هاتون حکم حرم حسین علیه السلام رو پیدا کرد، سقف خونتون شد قبه حسین و دعا تحت این قبه استجابتش حتمیه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. مردم خیلی فکر امام زمانتون باشین، این چند روزه قلب او در فشاره. من و شما دوتا خط روزه میخونیم حالمون دگرگون میشه. اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن که بود مانند دیدن. آی پاک دامن روزه خونا، همچی که میگن سری به نیزه بلند است در برابر زینب، آقای منو تو داره میبینه یه سر رو نیزه که باد گیسوانش رو به این سمت و اون سمت ببر. صدقه بر امام زمان فراموشتون نشه، صدقه بر امام زمان فراموشتون نشه. در پناه حضرت حق باشین، همه دعاهاتون انشاءالله قرین اجابت به حق زینب، به حق زینب، به حق زینب. اللهم عجل لولی کر فرج یا علی مدد آدم شما.